با سلام و درود، در این قسمت قصد داریم با تابوها و ویژگی‌های عجب و غریب کره جنوبی آشنا بشیم که اگر روزی خواستید به این کشور سفر کنید بدونید چه کارهایی ممنوعه و خطرناکه. چنل رو سابسکرایب کنید و برای حمایت از ما فقط کافیه که ویدیو رو لایک کنید. در ادامه با افس سی وی همراه باشید. حواستون باشه که با چاپستیک ها یا همون چوبک های غذاخوری بازی نکنید. به طور مثال اگر غذای خودتون رو با چاپستیک سوراخ کنید، مثل کاری که ما بعضی موقعا با چنگال میکنیم، توهین شخصی به میزبان، مهمان نواز یا شخص آشپز قلمداد میشه. نگه داشتن چوبک ها در حالت عمودی یا فرو کردن اون در برنج باز هم به حالت عمودی ارتباط مستقیم با مرگ داره. پس حواستون باشه. هنگام سفر به کره جنوبی خالکوبی‌های خودتون رو پنهان کنید. در کره جنوبی هم مثل بسیاری از کشورهای آسیایی نگرش خاصی نسبت به خالکوبی وجود داره و کار کسانی که خالکوبی میکنن غیرقانونیه و فقط کارکنان پزشکی اجازه دارن که نقاشی رو روی بدن انسانها انجام بدن. در مکانهای عمومی این کشور اگر خالکوبی داشته باشید رفتارهای دوستانه‌ای با شما نمیشه و به سختی میتونید کار پیدا کنید، البته اگر بخواید اونجا کار کنید. حواستون باشه که در کافه ها و رستوران های کره جنوبی انعام نذارید، کاری که اکثر اوقات ما جوگیر میشیم و اون رو انجام میدیم. در کره جنوبی اگر برای پیشخدمت انعام بذارید توهین به حساب میاد. در این کشور به پیشخدمت ها حقوق بسیار خوبی میدن و انعام شما باعث آزرده خاطر شدن اونها میشه. اما اگر به یک کافه اروپایی یا آمریکایی یا مثلا ایرانی برید کاملا برعکسه و از انعام شما استقبال میشه. اگر رفتید به رستورانی در کره جنوبی و غذا خوردید، سعی کنید که غذاتون رو کامل بخورید. کره‌ای‌ها نگرش بسیار خاصی نسبت به غذا دارن. خاطرات جنگ بین کره جنوبی و شمالی هنوز زنده است. در این کشور وعده‌های غذایی بزرگ، ادویه‌دار و اغلب تند هستند. وقتی به خانه کسی در این کشور میرید، قابل قبول نیست که خوراکی‌های اونها رو رد کنید و به خصوص غذاهاتون رو تمام نکنید. یا در کافه‌ها و رستوران‌ها هم به خاطر باقی ماندن غذا ته ظرفتون سرزنش میشید. این رو خیلی دوستانه بهتون میگم که در کره جنوبی سعی کنید به کسی خیره نشید، هرچند که اونها شاید آدمهای بسیار جالب، جذاب و زیبایی باشن. کره‌ای‌ها این کار رو تجاوز به حریم شخصی میدونن. همچنین بدون اجازه نباید از کسی عکس بگیرید، چون ممکنه بابت این کار جریمه بشید یا مجبور بشید مدتی رو در ایستگاه پلیس بگذرونید تا ثابت کنید که عکس رو بدون قصد بد گرفتید. سعی کنید در کره جنوبی دعوا نکنید، به خصوص با بزرگترها. در کره سلسله مراتب سنی اهمیت زیادی داره. کوچکترها باید از بزرگترها اطاعت کنند و با ادب باشند. خانم‌های مسن هم شخصیت بسیار جنجالی دارند، اما در هیچ موقعیتی نباید با اونها درگیر بشید. حتی اگر اشتباه از اونها باشه و خودشون دعوا رو شروع کرده باشند. به طور کلی همه درگیری ها در کره جنوبی به نفع ساکنان محلی حل میشه. افراد سیگاری خیلی مواظب باشن. هر جا دلتون خواست سیگار نکشید، چون نمیتونید. در کره جنوبی میتونید سیگار بکشید، اما نه هر جا که دلتون بخواد. فضاهای مخصوص سیگار کشیدن در این کشور وجود داره تا دود اون مزاحم کسی نشه. حواستون باشه که این فضا میتونه یک اتاق مخصوص یا حتی یک مستطیل ساده روی آسفالت باشه که به شما میگه سیگار کشیدن در اونجا مجازه. جاهای بسیاری برای سیگار کشیدن در کره وجود داره، به خصوص در جاهای شلوغ. البته این رو هم بدونید که اگر در جای اشتباه سیگار بکشید جریمه میشید. با این حساب حتما توی کامنت ها برای من بنویسید که چند نفر دوست دارن که به کره جنوبی سفر کنن و دلیلش رو هم بنویسید.